کارشناسان. سلام و درود دارم خدمت تک تک شما عزیزان و مهربانان و بزرگواران در جای جای گیتی پهناور. دکتر پیمان رؤوفی روانشناس بالینی هستم با برنامه دیگر در خدمت شما. آنچه که دنیا با آمدن کرونا و ویروس کووید 19 تجربه کرد، یک تجربه بود که شاید سالهای سال بود که دنیا یک همچین تجربه ای رو نداشت. نگرانی ها، استراب ها، استرس ها، از دست دادن ها، تنهایی ها، تو خونه موندن ها و همینطور مشکلات اقتصادی، مشکلات سلامتی، مشکلات بهداشتی، روانی، همه اینها یک پدیده‌ای بود که واقعا دنیا میتونم بگم که شاید آمادگیش رو نداشت و به نوعی سورپرایز شد و بعد هم با تمام این موانعی که سر راه بشر قرار گرفت سعی کرد که دست و پنجه نرم بکنه. اما در همین مسیری که ما انسان‌ها در طول سال‌های زندگیمون داریم میریم جلو، با مسائل و مشکلات زیادی برخورد می‌کنیم. بعضی‌هاشون شاید خود آسان‌تر هستند، بعضی‌هاشون سخت‌تر و دشوارتر هستند. دشواری‌هایی مثل از دست دادن کارمون، از دست دادن عزیزمون و یا مسائلی که به هر حال میتونه ورشکستگی باشه، نمیدونم زلزله باشه، بلایای طبیعی باشه، همه اینها رو به نوعی ما توی زندگیمون ممکنه کم و بیش تجربه میکنیم. اما سوال اینه که این دشواری ها و سختی ها و مشکلات چه تأثیری روی ما میذاره؟ آیا ما رو خراب میکنه و له میکنه و از بین میبره؟ یا اینکه میتونه ما رو قوی تر بکنه، محکم تر بکنه، درسی باشه برامون که یاد بگیریم و در سالهای بعد زندگیمون از اون درسها استفاده بکنیم؟ این یک سوالی است که من فکر میکنم واقعا برای بسیاری از انسانها که در این دشواریهای این روزها دارن طی طریق میکنن پیش بیاد که چرا اینقدر مسائل و مشکلات برای ما پیش میاد و این مسائل و مشکلات چه تأثیری میتونه روی ما داشته باشه، روی فرزندانمون، کودکان و نوجوانان داشته باشه و یا اینکه اصلا ما در مقابلش چه باید بکنیم، چگونه ما باید با این مسائل کنار بیایم. همه این سوالات بود که رفتم بنده به سراغ دوست و همکار بسیار نازنین و دانشمندی که در این برنامه قبلا هم بارها حضور داشتن. از ایشون خواهش کردم که امروز مهمان کارشناس برنامه ما باشن و من بتونم این سوالات رو از ایشون بپرسم. خانم دکتر نیکول جعفری. خانم دکتر جعفری، به شما خیر مقدم میگم. ممنونم. با درود خدمت شما دوست عزیز آقای دکتر رؤوفی و بینندگان برنامه های شما. ممنونم که بار دیگر دعوت من رو پذیرفتید. شما بسیار بسیار سرتون شلوغه، میدونم استاد دانشگاه هستید، در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا لانگ بیچ تدریس میکنید، دوره‌های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد، اینها رو تدریس میکنید، تحقیق و پژوهش انجام میدید. خانم دکتر نیکول جعفری MBA دارن، Masters in Business Administration و دکتراشون هم در زمینه تعلیم و تربیت دارن و سالهای سال هستش که تحقیق و پژوهش میکنن. اصولا یک استاد دانشگاه همیشه باید در حال تحقیق و تفحص و پژوهش باشه و نویسنده دو کتاب هستند، یک کتاب که به زبان انگلیسی اول تألیف شده و الان در دانشگاه در آمریکا داره تدریس میشه به نام Child and Adolescent Development. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، قابل دسترس هست برای کسانی که میخوان فارسی اون رو مطالعه بکنن، به نام رشد و تکامل انسان از جنین تا نوجوانی. و یک کتاب دیگر هم که به فارسی تألیف کردند به نام روایت درمانی خانم دکتر جعفری تألیف کردند که اون هم یک بحث جداگانه خواهد بود. انشالله در یک برنامه دیگه ما در مورد این کتابشون بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. اما همونطور که در مقدمه برنامه عرض کردم، میخوام این سوال رو از شما بپرسم خانم دکتر جعفری. این همه مسائل و مشکلاتی که دنیا داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه، یکی از بارزترینش همین بیماری پندمی که کووید 19 بود، از سال 2019 شروع شد،
این چه تأثیری میذاره روی کودک و نوجوان این مدرسه نرفتن، تو خونه موندن، عزیزش رو از دست دادن، روی کودک و نوجوان و یا انسان چه تأثیری میذاره؟ آیا او رو له میکنه، خوردش میکنه، یا اینکه میتونه او رو محکم تر بکنه؟ بله، سوال بسیار مهمیه، مخصوصا تو این به اصطلاح ایامی که ما هستیم و همونجوری که خودتونم بهش اشاره فرمودید، ایامی هستش که تا به حال ما ندیدیم، حداقل این چند تا نسل اخیر ندیده، از این مصائب بیشتر از اینها بوده در تاریخ. اما به خاطر اینکه دیدگاه ما به زندگی و رشد و تکامل متفاوت بود و اصولا برخوردمون با مصائب متفاوت بود، امروز ما اون برخورد رو نداریم و مسائل و مشکلات بیشتر از اونیه که قبلا در تاریخ به ما نشون داده شده، با توجه به این کرونا به ما به اصطلاح همه یه دفعه هجوم آورد. منظور این هستش که در گذشته حتی مطالعات و تحقیقاتی که در مورد مصائبی مثل دولت آلمان در نازی‌ها و هیتلر که با قوم یهود انجام داد و آدم سوزی هایی که انجام شد، بعدن که مطالعه کردن یه 3-4 دهه بعد که مطالعه کردن، دیدن بیشتر این افرادی که اون تجربه تلخ و هولناک داشتن تونستن با زندگی کنار بیان. اما امروز ما دیدگاهمون و مصائبمون و برخوردمون متفاوت شده، نه اینی که اون عزیزانی که اون مصائب در جنگ جهانی دوم متحمل شدن به اصطلاح براشون کم بود یا راحت بود براشون اینی که مقابله بکنن باش، ولی مسئله این بود که زمانی بود در گذشته که همه انتظار داشتن که مصائب براشون اتفاق بیفته، دیدگاه این بود که زندگی سخته، دیدگاه این بودش که برای همه اتفاق میفته، ما تنها نیستیم، در نتیجه برخوردمون متفاوت بود. امروز چون ما چندین دهه بوده که از به اصطلاح راحتی های زندگی استفاده کردیم، مسائل زندگی برامون خیلی آسان تر شده، یه دفعه ما چی شدیم؟ شوک شدیم و با این مسئله کرونا به طور جهانی ندونستیم چیکار بکنیم. حالا دلایلش چیه که ما در قدیم بهتر میتونستیم با مسائل روبرو بشیم؟ نه اینه که اینو میخوام واقعا تاکید بکنم، نه اینه که مصائب زندگی رو ما اثر نمیذاشت در گذشته، چرا؟ طول عمر انسانها رو کم میکرد، بیماری های متفاوت میابرد، مثل همین خود سرطان و بیماری های روانی میابرد، خب ولی ما آگاهی نداشتیم و اصولا برخورد ما متفاوت بود با مصائب، چون تلخی های زندگی رو قبول کرده بودیم. امروز مسائل و مصائب متفاوتن، اما به طور کلی وقتی بخوایم بهش اشاره بکنیم، مصائب وقتی که از 2 تا 3 به صورت عوامل سخت زیاد میشن، مثلا ما بهش میگیم استرسر، چیزهایی که استرس ایجاد میکنن، چیزهایی که مشکلات ایجاد میکنن، وقتی که عوامل از 2 تا 3 تا بیشتر بشه، مثلا مشکلات مالی ترکیب بشه با مثلا مرگ عزیزی در خانواده، طلاق ترکیب بشه با مسائل مالی و مثلا 1-2 تا عوامل دیگه، عوامل وقتی که از 2 تا 3 تا زیاد میشن، مصائب نوعش متفاوت و زیاد میشن، دیگه اصولا توی استقامت و مقاومت انسان اثر میذارن، اثر بسیار زیادی میذارن و بیشتر از اون اثرم روی نوجوانان و بچه ها هستش. پس این 2 تا 3 مشکل عمده و بزرگ هست که میتونه اون تأثیر مخرب رو داشته باشه. پس اگر ما 1 یا 2 موردی رو توی زندگی داریم تجربه میکنیم که به نظرمون سخت و مشکل هست، اینها اون تأثیر خراب کننده رو نخواهد گذاشت. پس چه تأثیری میذاره؟ بله، واقعا خیلی خوشحالم این سوال رو شما مطرح کردید، بخاطر که من نمیخوام که به اصطلاح ایده ای بدم که همه فکر کنن اگه مثلا مشکل فقط یکی مثلا مرگ عزیز باشه، پس من باید اوکی باشم بتونم باهاش چیکار بکنم، کنار بیام. موردی که من الان دارم مطرح میکنم اینه که بر طبق تئوری ریسک اند رزیلینس، که تئوری همون مشکلات و مصائب و استقامت انسان هستش، این تئوری
عقیدش این هستش که وقتی مصائب یک به یک هستن، یعنی من در آن واحد با یکی از این مصائب دارم دست و پنجه نرم میکنم، باید با توجه به اینه که خب به اصطلاح کمکی رو که میخوام بگیرم، حمایتی رو که میخوام بگیرم، دادرسی که باید به هم بشه بگیرم، اگر اونها رو بگیرم میتونم این مشکل رو باهاش مواجه بشم و به اصطلاح ازش رد بشم. اما مصائب وقتی که از دو تا سه تا که ما میگیم ریسک فاکتورها، یعنی عوامل ریسک و عوامل استرس، وقتی که بیشتر از دو به بعد میشن، اون حالت رو کم و کم و کمتر میکنن، یعنی اون استقامت من و رسیدگی به یک امر رو برای من کمتر میکنن، در نتیجه من بتونم باش مواجه بشم و بتونم به اصطلاح شکستش بدم و از اون حالتی که اصلا بیام بیرون، رو خیلی شانسش رو کمتر میکنه. مثلا فرزندی که طلاق پدر مادر رو تجربه کرده و در آن واحد هم مسائل و مشکلات مالی پدر مادر رو داره تجربه میکنه، مسلما شانس اینه که بتونه به راحتی از این مسائل رد بشه خیلی کمتره از اینی که یک فرزندی فقط با طلاق پدر و مادر مواجه باشه. البته نباید نادیده گرفت عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی، یعنی همین کرونا رو هم شما در نظر بگیرید. اگر که ما هر دولتی و هر دولی و هر ملتی که دچار این مسئله شد که جهانی بود، ما دیدیم کشورهایی که بلافاصله به صلاح برنامه‌های حمایتی دولتی و شخصی ایجاد کردن، بلافاصله جلوگیری کردن، بلافاصله برنامه‌هایی گذاشتن هم از نظر مالی به ملتشون برسن و هم از نظر روحی روانی بلافاصله برنامه‌های روانشناسی و روانکاوی ایجاد کردن و بعد هم برنامه‌هایی گذاشتن برای جمعیت مملکتشون که اینها آگاه بشن نسبت به اینی که چه اتفاقایی داره در مملکتشون میفته. اونها ممالکی بودن که خیلی راحت تر تونستن با این کرونا مواجه بشن و کمتر تلفات رو بدن و کمتر هم به صورت بیماری های روانی درشون رشد و توسعه پیدا بکنه. اما مللی که این کار رو نکردن و دولتی که این کار رو نکردن، دیدیم که براشون فوق العاده وحشتناک و در بعضی موارد اصلا غیر قابل برگشت بود. بله، اون مسئولیت پذیری به هر حال دولت ها و حالا از نوعی میشه گفتش که آینده نگری اونها، استراتژی گذاشتن های اونها میتونه واقعا در پیشگیری از خیلی از خطراتی که داره اتفاق میفته مؤثر باشه و همینطور به ملت ها و به افرادی که در جامعه زندگی میکنن یک دلگرمی رو بده. خب شما صحبت کردید از تئوری که درش رزیلینسی صحبت میشه. رزیلینسی حالا به واژه فارسی شاید تاب‌آوری، و اصولا ما میدونیم که شنیدیم که مسائل و مشکلات در زندگی تاب‌آوری و رزیلینسی انسانها رو بالا میبره و این رو ما در کودکان هم داریم. ما اصولا میخوام در کودکان یه چیزی که یاد بگیرن و بتونن در آینده ازش استفاده کنن همین بالا رفتن تاب‌آوری اونهاست، بتونن تاب بیارن مسائل و مشکلاتی رو که ممکنه در مسیر زندگی برای اونها پیش بیاد. شاید دعواهای خانوادگی پدر و مادرشونه، شاید یه سری اذیت و آزارهاییست که در مدرسه به عنوان بولی ممکنه تجربه میکنن و بحرانهای حالا دوران تینیجری و نوجوانی، اینها قراره که اون تاب‌آوری رو بالا بیاره. خانم دکتر، شما تاب‌آوری یا رزیلینسی رو چگونه تعریف میکنید؟ اتفاقا خوشحالم که این مسئله رو شما در مورد خانواده دارید مطرح میکنید، به خاطر اینکه اخیرا ما حدودا اواسط کرونا در ایران یک تحقیقی انجام دیدیم، تحقیق میدانی بود و روی خانواده های ساکن در ایران این تحقیق رو انجام دادیم و میخواستیم ببینیم که آیا رابطه ای بین تاب‌آوری و به اصطلاح ساختکار خود خانواده هست یا نه، باعث چه عواملی باعث میشه بعضی خانواده ها تاب‌آورتر باشن تا خانواده های دیگه. این تحقیق اتفاقا در جورنال سوشال ساینسز هم در که یک جورنال اینترنشنال هست چاپ شده و نتیجه گیری که ما کردیم، اولا تاب‌آوری یعنی به اصطلاح برخورد انسان با مصائب و اینی که چطوری میتونه اون مصائب رو حل و فصل بکنه. در واقع مهارت هستش، مهارت روبرو شدن با مشکلات و اون مهارتی که من بتونم این مشکلات رو حل و فصل بکنم.
این میشه تعریف تاب‌آوری و تا چه حد میتونم این کار رو بکنم. در این تحقیق ما انجام دادیم متوجه شدیم که خانواده هایی که با هم افراد خانواده رابطه های تعاملی دا متعامل دارن، یعنی با هم دیگه برخورداشون خوب هستش، با هم مشورت میکنن، با هم صحبت میکنن، با هم مسائل خانوادگی رو مطرح میکنن، که این مرتبه از این تحقیق که ما کردیم بر اساس تئوری فامیلی سیستم بود، که فامیلی سیستم یه تئوری هستش که خیلی جالب تشریح میکنه و توضیح میده از اینی که وقتی که خانواده ها به عنوان یک واحد، یعنی خانواده و پدر مادر و فرزندان منظورمون هست، البته این از نظر فرهنگی من باید تفکیک بدم با مفهوم خانواده در ایران، بخاطر اینکه مفهوم خانواده در ایران هم میتونه والدین باشه، فرزندان باشن و افراد نزدیک خانواده، اما تو دنیای غرب وقتی که ما تحقیق میکنیم خانواده رو فقط همون خانواده هسته‌ای در نظر میگیریم. در نتیجه تو این تحقیق ما کردیم، ما می‌خواستیم این تئوری فامیلی سیستم رو که به اصطلاح سیستم خانواده هست به امتحان بذاریم، بخاطر اینکه این تئوری اعتقاد داره که خانواده یک واحده، به عنوان یک واحد این متشکل شده از به اصطلاح زیر واحدهایی و این زیر واحدها بر اساس روابط فرزند با مادر، رابطه پدر با فرزند و رابطه پدر و مادر هستش، و آیا این روابط سگانه که همون زیر واحد هستن میتونن به اصطلاح اینسترومنتال باشن، یعنی در حقیقت مؤثر باشن اینی که خانواده بتونه تاب‌آوریش رو ببره بالا. نتیجه ای که ما از این تحقیق گرفتیم که با همکارانم هم در ایران انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که خانواده هایی که پدر و مادر آگاه هستن از مشکلاتی که در دوره اتفاق میافته، مثلا در مورد کرونا و عواقبش، مشکلاتش، چه اتفاقی میافته، با بچه‌هاشون صحبت میکنن، از اینکه در دوران کرونا وقتی که به اصطلاح مدتی بود که واقعا ما نمی‌دونستیم چه اتفاقی میفته، چند نفر زنده میمونن، چجوری ما زنده میمونیم، تازه اگه زنده بمونیم بعدش چطوری میخوایم زندگی بکنیم، آیا هیچ وقت ما به حالت نرمال، اگه دیگه بشه نرمال رو به اصطلاح تعریف کنم، میتونیم برگردیم، و این مسائل و این ضوابط زیر واحدها که همون رابطه والدین با همدیگه و با تک تک فرزندان بود، نشون داد که تاب‌آوری میتونه بره بالا اگر اینی که این شرایط و والدین برای خانواده و بچه هاشون چکار بکنن فراهم بیارن، یعنی با هم صحبت بکنن، مشکلات همدیگر گوش بکنن، در کارهای خانواده و نگرانی های خانواده اینا با هم سهیم باشن، بدونن چه مسائلی رو با فرزندانشون در میون بذارن. هر چیزی رو شما نمیتونید تو هر سن به فرزند تو هر سنی که هستش توضیح بده، خیلی چیزها رو باید مواظب باشیم، چجوری با فرزندانمون صحبت میکنیم، چجوری اینها رو محافظت بکنیم از عوامل خارجی، از اخبار که متاسفانه بیشتر خانواده ها از صبح تا شب تلویزیون ها روشنه و همینجور اخبار رو بعد گوش میکنن و این چه اثری میتونه رو بچه داشته باشه، و اینها بود که رو این تحقیق نشون داده شد که چرا خانواده ها میتونن تاب‌آوری رو ببرن بالا اگر به این اصول روابط و ضوابط زیر واحدها چیکار بکنن، توجه بکنن و اونها رو به اصطلاح توجه بکنن و پیش ببرن. بله، پس صحبت ما بیشتر بر این است که بتونیم این تاب‌آوری رو بالا ببریم، و زمانی این تاب‌آوری میتونه بالا بره که در خانواده یک تعاملی وجود داشته باشه، خانواده بتونن با همدیگه گفتگو بکنن، و این گفتگوها نه در زمانی که مصائب و مشکلات داره اتفاق میفته، بلکه از قبل اینها شکل گرفته و وجود داره، یعنی یک ساختار گفتمانی در خانواده وجود داره که زمانی که اگر یک اتفاق ناگواری میفته از این ساختار تعاملی بشه استفاده کرد، و اون تاب‌آوری، برخورد انسان با مصائب و چگونگی حل و فصل اونها رو بالا برد و ازش استفاده کرد. اونچه که در بسیاری از موارد با از بین رفتن یک عزیزی و یا مشکلات اقتصادی و یا مسائل حالا روابط بین انسانی ممکنه برای یک انسان اتفاق بیفته، برای کودک و نوجوان هم اتفاق میفته، چه بسا شاید برای یک نوجوان بیشتر هم اتفاق میفته، چون خودش به صورت پیشفرض در یک بحرانی به سر میبره و بحران نوجوانی رو داره پشت سر میگذاره. خب خانم دکتر، شما از
این خانواده تعاملی صحبت کردید که یک خانواده تعاملی این گفتمان ها رو داره. آیا در این چند دقیقه‌ای که داریم تا به میان برنامه بریم پیشنهاداتی دارید که چگونه عزیزان میتونن خانواده خودشون رو یک خانواده تعاملی بکنن؟ مسلمه. ببینید خانواده تعاملی اتفاقا یا همون فرزند پروری تعاملی جزء یکی از بهترین تکنیک های فرزند پروری شناخته شده. به هر حال از قبل از کرونا و الان که توی کرونا هستیم همیشه یک تکنیکی بوده که خانواده ها میتونن بهترین روابط رو بین خودشون و فرزندان ایجاد بکنن و بعد هم ثمر ببرن. یعنی واقعا همه زینف هستن وقتی یک خانواده تعاملی رفتار میکنه. حالا خانواده تعاملی چی هستش؟ خانواده تعاملی خانواده ای هست که یک واحد هستش، همه برای همدیگه زندگی میکنن و برای همدیگه به اصطلاح مصائبشون رو با هم شریک هستن توی خانواده، توی واحد خانواده. یعنی در واقع این نیستش که اگه بچه اینجوری تربیت شده تقصیر تو، اگه بچه اون نمیدونم اون کارش اشتباه بود تقصیر تو. اینجور مصائب و سرزنش کردن ها و به اصطلاح یک طرف نگاه کردن به خانواده چیزی نیستش که شما توی خانواده تعاملی پیدا بکنید. توی خانواده تعاملی همیشه ارتباطات صحبتی هستش، گفتمان هستش، همیشه پدر و مادر یک واحد هستن، حتی اگر با هم مخالفت هم داشته باشن تو عقیده و یا هر دو طرز کار، اما در مقابل بچه‌ها به عنوان یک واحد متحد همیشه خودشون نشون میدن، برای هم احترام میذارن. این احترام توی افراد خانواده خیلی مهمه و بعد هم مرز و حد هر شخصی توی یک خانواده تعاملی مشخصه. یعنی تا چه حد شما میتونی به افراد دیگه خانواده فشار بیاری و تا چه حد اونا قبول میکنن این فشاری که روشون گذاشتی. اما در این حال هم همیشه یک خانواده تعاملی اجازه میده که در مواقعی یکی از والدین به اصطلاح وزنه سنگین تری رو داشته باشه، چون همه ما نه تنها جزء این سیستم خانواده هستیم بلکه تک تک خودمون هم افرادی هستیم با مشخصات متفاوت، با مشکلات متفاوت و با شخصیت های متفاوت. یعنی من باید یاد بگیرم چجوری میتونم با همسرم مکالمه داشته باشم با توجه به اینکه شخصیت همسرم رو میدونم. خیلی ریزیکاری ها داره ولی میتونیم در موردش بیشتر صحبت بکنیم. برمیگردیم خدمت دوستان عزیز بعد از تماشای میان برنامه. برمیگردیم، با ما باشید. شما بیننده آینه هستید. دوستان عزیز برمیگردیم به نیمه دوم برنامه. همراه مهمان کارشناس امروز برنامه‌مون هستیم، خانم دکتر نیکول جعفری، استاد دانشگاه و دکترای تعلیم و تربیت. در بحثی که از ابتدای برنامه داشتیم خانم دکتر جعفری فرمودند که از مسائل و مشکلاتی که ما در زندگی تجربه می‌کنیم ممکنه این تاب‌آوری یا رزیلینسی ما بالا بره، که اون رو تعریف کردن به دو بخش: برخورد انسان با مشکلات و چگونگی حل و فصل اونها. خانم دکتر در نیمه اول برنامه اشاره کردند به اینکه در خانواده‌های تعاملی که در اونها گفتمان وجود داره، یک واحد هست این خانواده و همه افراد خانواده میتونن از حضور و وجود و گفتمان با یکدیگر نفع ببرند. در این خانواده اگر مشکل و مصائبی که این روزها هم زیاد هست اتفاق بیفته، ما شاهد این هستیم که این تاب‌آوری بالا میره و اشاره کردن به تحقیقی که در ایران انجام دادند و این رو دیدن که تاب‌آوری در بین خانواده های تعاملی میتونه بالا بره. خب خانم دکتر جعفری عزیز، این روزها خب استرس هم بسیار بالاست، فشار بالاست، فشارهای اقتصادی، فشارهای روانی، فشارهای اجتماعی، مسئولیت‌های فردی و خانوادگی، همه اینها فشارهایی است که به انسان‌ها داره وارد میشه و حتی اونهایی که ممکنه دچار بیماری بشن یا از فرد بیمار دارن مراقبت میکنن و همه اینها فشار و استرس‌هایی است که کودک و نوجوان هم داره با اونها دست و پنجه نرم میکنه، ما بزرگسالان هم همینطور.
با این استرس ها باید چه کرد؟ اینها رو که نمیشه از بین برد، نمیشه کنار زد، اینها وجود داره و واقعی است و حقیقی است. با اینها چه باید کرد که ما انسان ها و بعد کودک و نوجوان ما هم کمترین ضربه رو بخوریم؟ مخصوصا الان به خاطر کرونا و این مسائبی که خود کرونا فقط نه تنها به عنوان یک بیماری جهانی بلکه به عنوان مشکلات دیگه‌ای که با خودش همراه آورد، مثل همین مشکلات مالی، مشکلات اجتماعی، مشکلات حتی آکادمیک و تحصیل و تعلیم و تربیت بچه‌ها، همه رو تحت تاثیر خودش قرار داد. یعنی در واقع میخوام بگم که این درجه مسائب که قرار بود بیشتر از دوتا اگر بشه انسان رو تحت شعاع قرار بده، الان میبینیم که حتی میتونیم بگیم تا 7 تا 8 تا میتونه از این مسائب اضافه بشه. یعنی در حقیقت بر اساس همون تئوری ریسک اند رزیلینسی در واقع چیکار میشه کرد وقتی که میگیم حتی بیشتر از دوتا میتونه مشکل ساز باشه؟ حالا کمایی که امروز ما بیشتر از حتی چندین و چند مسائب رو در روبرو داریم و مشکلات داریم. اینی که مسئله این که استرس بره بالا، خب مسئله طبیعیه. همه ما الان که توی به اصطلاح حوزه روانشناسی یا روانشناسی رشد خود من توی این حوزه کار میکنم هستیم، انتظار داریم که یه مقدار مشکلات روحی روانی اضافه بشه. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، وقتی که بر طبق آماری که نشون دادن به طور جهانی درصد انگزایتی، استراب و دیپرشن، افسردگی 44% به طور کل در جهان رفته بالا. این مسائلی هستش که به خاطر کرونا ایجاد شده. یعنی چه مسئله استرس و اینه که چه مسائلی برای ما به وجود آورده یه مسئله حقیقیه، باید قبولش میکنم و خیلی مسائل دیگه هم باهاش به همراه خواهد آمد، علل خصوص PTSD که همون پس از واقعه و استرس پس از واقعه هستش، علل خصوص مشکلات اجتماعی که برای جوانان و نوجوانان ایجاد شده. جوانان ما در دوران بحرانی، همونجوری که خود شما بهش اشاره کردید، دچار این واقعه کرونا شدن. خیلی از اینها دبیرستان رو تموم کردن، دانشگاه رو تموم کردن، بدون اینکه اون مراسمی رو که در حقشون بود و سالها انتظارش رو می‌کشیدن، مثلا مثل فارغ التحصیلی از دبیرستان که توی ممکنه دنیای غیر غربی، دنیای غیر آمریکا زیاد مهم نباشه، اما هنوز توی آمریکا یه نقطه عطف برای نوجوانان. یا مسئله اینی که دانشگاه‌ها به طور کل بسته شد و همه کلاس‌ها از طریق ماهواره داره انجام میشه و آنلاین داره انجام میشه. مثل خودم الان 2 سال ما درگیر این مسائل هستیم که این به اصطلاح اثرش روی استادای دانشگاه یک بار و اثرش روی دانشجو یک بار. یعنی به طور کل تجاربی رو که خیلی از ماها قرار بود تو زندگی داشته باشیم و لذت ببریم و به اصطلاح شوق و شعف داشته باشیم در موردش، همه رو به طور کل چیکار کرد؟ از بین برد. حالا ما با یه نسلی روبرو هستیم که نه تنها استرسرهاش، یعنی عوامل استرسش زیاد شده، حتی این عوامل ناشناخته و جدید هست. یعنی نسخ‌های قدیم، من اشاره کردم به جنگ جهانی دوم و کلیمی ها و یهودی هایی که دچار اون مصائب شدن، برای خودش وحشتناک بود، دوران سیاه تاریخ بشر بود. اما امروز میبینیم که نه تنها جنگ و جدل و به اصطلاح اون مشکلات که همیشه داشته انسان باهاش درگیر بوده هست، به علاوه اون مسائل دیگه کرونا هم چی شد؟ اضافه شد. یه حقیقتی رو باید قبول کرد که مسائل روحی روانی زیاد خواهد شد، اما مسئله‌ای که هستش ما باید باهاش آماده باشیم، براش آماده باشیم. ما باید بتونیم خودمون رو به نقطه‌ای برسونیم، نه تنها به عنوان نسل بشر انسان، بلکه به عنوان والد، پدر، مادر، سیستم دولتی، سیستم تحصیلی، که از حالا باید چاره‌جویی بکنیم که این بلایی که به سر انسان اومد تو این دوره چقدر کشته داد و چه جور فرهنگ‌ها رو عوض کرد، چه جور اصلا سیستم خانوادگی رو عوض کرد. باید واقعا اذعان بکنیم که مشکل بزرگی بود، یعنی کم نگیریمش. و من هنوز میبینم خیلی از دوستان، خیلی از حتی تو هر مملکتی که هستن، مسئله رو ساده میگیرن و مسئله رو به اصطلاح شاید در بعضی موارد یه تئوری و یک دست چی میگن، کانسپیرسی، در واقع الان لغت فارسی شده
قطعه بله، حتی بعضی ها ممکنه هنوز تو اون فکر و خیالات باشن که اینم باب چیزی نبود، اینم مثل میشنویم هنوز از دوستان یه ویروس سرماخوردگیه دیگه، حالا بعدن هم مثل همه آنفولانزا نمیدونم اینجور چیزا میشه. اینجور نبود، این ویروس چه ما قبول بکنیم که حقیقتا اتفاق افتاد و یا هنوز بخوایم به اصطلاح نظرات شخصی خودمون رو داشته باشیم اون به کنار، مسئله ای که هستش واقعا کنفیکون کرد و ما باید برش آماده باشیم. مثلا یک مسئله میتونم یکی از عوامل استرس را که میتونیم بهش اشاره بکنیم به اصطلاح طرز سوشالیزیشن کردن، طرز روابط اجتماعی بچه هامون بود که برای 2 سال واقعا توقف کرد، ایست کرد. بچه ای که قرار بود به اصطلاح کودکستان رو شروع بکنه کودکستان رو شروع کرد، ولی نه تحت به اصطلاح شرایط چی عادی. حالا ما باید به عنوان محقق، به عنوان والد، به عنوان مدرس، مربی، دولت، اینها باید بشینیم فکر بکنیم که بچه ای که دوران کودکستانش که اولین دوره تعامل اجتماعیش هست خارج از منزلش، خارج از محیط خانوادهش و تازه داشت اینها رو به تست و آزمایش میگذاشت که چیزهایی که پدر مادرم به من یاد دادن در مورد اصول روابط اجتماعی من نتونستم اینو به اصطلاح پیاده کنم و انجام بدم، حالا 1 سال از عمرم گذشت و اونو یاد نگرفتم، 1 سال دیگه از عمرم گذشت من الان کلاس اول هستم و هنوز که هنوزه نتونستم سر کلاس بشینم، اگر هم نشستم با 1000 ماسک و نمیدونم از این تلقایی که دانشجوها رو دانش آموزها رو از هم جدا میکنم. ما الان باید برسیم به این مسائل ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. خیلی راه حل هستش که ما میتونیم پیشگیری که نتونستیم بکنیم، جلوگیری که نتونستیم بکنیم، اما میتونیم به عنوان درمان امروز مورد استفاده قرار بدیم. خب خانم دکتر اتفاقا بحث خوبی رو شما وارد شدید و یکی از مسائلی است که اهمیت هم داره. شما خودتون استاد دانشگاه هستید، دارید از راه دور تدریس میکنید و خب در زمینه کودک و نوجوان و تکامل انسان هم بسیار کار کردید و میدونید اساسا این آموزش از راه دور و این سیستمی که خب از طریق تلویزیون یا از طریق شبکه‌های مجازی اینترنت این آموزش‌ها انجام بشه، در ایران هم یه سری از شبکه‌های تلویزیون‌های دولتی این آموزش از راه دور رو دارن انجام میدن و این هم به خاطر این هستش که خب آمار مبتلا شدن و مرگ و میر بالا رفته و بیشتر دارن تشویق میکنن که افراد تو خونه بمانند و بچه‌ها هم مدرسه حضوری و فیزیکی نرن از این طریق. این چه آسیب‌هایی رو میتونه بزنه؟ اولا دوما چه پیشنهادی دارید شما؟ چه باید کرد که اگر یک کودکی یا نوجوانی داره از راه دور مدرسه میره و یا اصلا یه بزرگسالی داره دورکاری میکنه چگونه باید عمل بشه که کمترین آسیب به انسان بخوره؟ ببینید خیلی خیلی ممنون که این بحث رو شما شروع کردید. بخاطر که ببینید درست قبل از اینی که ما با این مصائب کرونا درگیر باشیم، صحبت بین ادوکیترها و مدرسین و اصولا توی دانشگاه الان سالها هستش، اینجوری به خدمتتون عرض بکنم، سالها هستش که ما به عنوان دانشگاهی ها تو فکر این بودیم که 50% از کلاس ها رو چیکار بکنیم. به هر حال آموزش از راه دور و یا دانشگاه مکاتبه ای، یعنی مشکل ما اون نیست. من نمیخوام دوستان به این نتیجه برسن که من دارم این میگم که مثلا این آنلاین ادویکیشن چیز خوبی نیست، ابدا. این مسئله ایش که شروع شده بود حتی دانشگاه های دولتی مثل دانشگاه خود من، ما 50% کلاس هامون رو آنلاین آفر میکردیم، ولی انتخاب با دانشجو بود که میخواد بیاد حضوری شرکت بکنه یا میخواد آنلاین ادامه بده. و از نقطه نظر راحتی کار دانشجوهای ما داشتیم که روزی 2 ساعت رانندگی میکردن چون نمیتونستن تو نزدیک منطقه دانشگاه زندگی بکنن یا اصولا دوروبرشون دانشگاه نبود. اینه که مسئله این نیستش که آنلاین ادویکیشن کوالیتیش کمه یا خوب نیست یا ما بچه‌هامون نمیتونن آنلاین یاد بگیرن. مسئله اینه که ما با رفتن توی آنلاین اولا که فورس ماژور بود، یعنی من هنوز که هنوزه با دانشجو سر این مسئله و خاطراتشون صحبت میکنم که من سر کلاس وایساده بودم، هنوز تو هول و هوش بودیم که میتونیم برگردیم فردا دانشگاه یا
نه، هیچ کی خبر نداشت. همون جوری که من داشتم درس میدادم یکی از دانشجوها گفتش که همین الان ایمیل سراسری دانشگاه زد که فردا دیگه بر نمیگردید. و شما باید صورت بچه‌ها رو اون موقع میدیدید که اینها چجوری وحشت کرده بودن که یعنی چی ما دیگه دانشگاه نمیم، پس چجوری میتونیم ترمو تموم بکنیم، ما چجوری میتونیم یاد بگیریم. و این کلاسایی بود که فیس تو فیس بود، یعنی کلاسای حضوری بود، آنلاین نبود. خود من به عنوان یک استاد هیچ جوابی براشون نداشتم و تنها یادم حرفی که زدم گفتم که خیالتون راحت باشه، ما بالاخره یه فکری میکنیم، باهاتون با ایمیل در تماس خواهم بود، ولی دیگه دانشگاه نیم. و بعد از اینم که اون روز گذشت تا روزها همینجا بچه‌ها بر من ایمیل میفرستادن. یعنی یک شوکی بود که وارد شد. در نتیجه مسئله آنلاین نیست، مسئله اینه که کسی انتظارشون نداشت. یک، دو، در زمانی که ما آنلاین رو به طور طبیعی داریم، یعنی گزینه آنلاین رو داریم که به درد خیلی ها میخوره این از راه دور یاد گرفتن، باهاش ما ترکیبات دیگه ای داریم. یعنی بچه من اگه قراره توی خونه بشینه آنلاین تحصیل بکنه، قبل از کرونا میتونست بره خونه بیرون، میتونست بره پارک، میتونست با دوستای همسن و سالش بازی بکنه، دوره های بازی داشته باشن، از همدیگه میتونستن، یعنی اون تعامل اجتماعیش از بین نرفته بود، فقط یاد گیریش از راه آنلاین بود. اما متاسفانه با توجه به این کرونا و اتفاقی که افتاد تمام اونها از بین رفت. حالا چیکار میشه کرد؟ اینجا میشه که خانواده هسته‌ای رولش واقعا پررنگ میشه. اینجا میشه که خانواده به عنوان یک واحد و به عنوان یک سیستم میتونه جاهایی رو که کمبود داره خودکفا باشه و اضافه بکنه. مثلا تمام مراجعینی که من دارم که این دورانه دارم میگذرونم با نوجوانشون، نمیدونم با نوجوانشون چیکار بکنم. خیلی کارا من پیشنهاداتی که با این مراجعین در میون گذاشتم الانم میتونم یه مقدارش رو خدمت شما بگم. یه سری حتما بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. حتما لازم هست که دوستان ما واقعا اینها رو بشنون و بدونن در این دوران سخت و بحرانی و یا هر دوران سخت و بحرانی نقش والدین، پدر و مادر در این آرامش برقرار کردن و یه حدی تا یه حدی نرمالایز کردن برای بچه‌ها چیست؟ بله دقیقا. ببینید یکی مسائلی که حالا بگذاریم کرونا خیلی مشکلات ایجاد کرد و مصیبتی بود، اما یه سری آگاهی ها به خانواده ها داد. یکی از این آگاهی ها این بودش که ما متوجه شدیم چقدر با هم دیگه وقت کم میگذرونیم، چقدر ما همینجور. توجه بکنید قبل از کرونا، حتی توی ایران هم میخوام بگم، والدین شده بودن شوفر، یعنی بچه رو از مدرسه برمیداشتن میرفتن کلاس رقص، کلاس نمیدونم کاراته، کلاس هنر، کلاس این، کلاس اون، یعنی واقعا وقت با هم نمیگذروندن. یکی از میتونم بگم آگاهی هایی که به ما داد این بودش که تازه ما فرصت پیدا بکنیم فرزندمون رو بشناسیم، انقدر عجله توی به اصطلاح بیزی کردن و مشغول کردن بچه‌مون نداشته باشیم. این وقت گذروندن با بچه‌مون، یک، شخصیت بچه‌مون رو بشناسیم، دو، سه، میتونیم کارهای خانوادگی و مشترک با هم داشته باشیم. مثلا خیلی ساده، بچه ها میتونن بیان تو آشپزخونه به شما کمک بکنن، شما میتونید با بچه ها از این فرصت استفاده بکنید، همدیگر رو بشناسید، گفتمان های خارج از گفتمان، یعنی که مشقاتو کردی، نمیدونم اتاقتو تمیز کردی. همیشه مسئله سر بیشتر صحبت ها و مکالمات والد با فرزند تو همین دورور اینا میچرخید. الان تازه ما میتونیم بگیم اوکی، فیلم مورد علاقت چیه، چی دوسته، چرا این فیلم مورد علاقت علاقت هستش، برای من شخصیت این فیلم ها رو بگو. یعنی یه فرصتی ایجاد کرد که من بتونم با فرزندم چیکار بکنم، وقتی بیشتری بگذارم. حالا شما ممکنه بگید یا دوستان بگن که خود اون والدم دوچار مشکلات خودش شده، معلوم نیست کارش چی بشه، کارش چی نشه، به صورت اجاره خونه بعدی از کجا میاد. همه اینا رو من متوجه هستم، یه سری نگرانیایی که ما هممون با هم مشترک بودیم، یعنی باهاش درش سهیم بودیم. چیکار میتونه بکنه؟ والد وظیفش و رولش این هستش که بتونه اون نگرانیای بچه‌ش رو چیکار بکنه، کم بکنه، با اینکه خودش مطالعه بکنه، نه اینکه دائم تلویزیون روشن باشه، اخبار مرگ و میر و بیشتر نمیدونم کیس‌های کرونا ایجاد شده. والد باید مطالعه بکنه، والد باید آگاه باشه از اینکه بچه‌ش چه مشکلات و مصائبی رو داره درگیر می‌کنه در ذهنش و همینجور در حالت زندگی عادی خودش. و این هستش که نقش دو تا والد با هم دیگه پررنگ میشه، یعنی مشورت بکنن، مکالمه بکنن، گفتمان بکنن، ببینن اوکی الان مشکل ما این هست، مشکل ما اون هست، چطوری میتونیم راه حل داشته باشیم. و بعد هم والدین، من نمیگم که فرزندان رو به طور کل در تاریکی قرار بدن از اینی که
هیچ وقت مسائل و مشکلات رو باهاشون بحث نکنم. مسئله ای که هستش، فرزندان باید شاهد زندگی باشن، باید مسائل رو ببینن، اما در سطح فکری، سنی و قابلیت های خودشون. در نتیجه اگر بچه من میاد میگه مثلا پدر بزرگ فوت کرده، خدای نکرده به خاطر حالا کرونا من هم میمیرم، فرصت بسیار خوبی هستش که در سطح فهم بچه باهاش صحبتی در مورد مرگ و میر و از اینی که من والد تو هستم، من تا اونجا که بتونم تو رو محافظت میکنم، وظیفه من هست نگرانی بکنم، وظیفه شما این هست که یاد بگیری و زندگی بکنی. به به، بسیار عالی، ممنون از راهکارهای بسیار خوبی که فرمودید. پس آموزش از راه دور صرفاً میتونه بد نباشه، مخرب نباشه، آزاردهنده نباشه، اگر ما یک سری تمهیداتی رو بیاندیشیم و یک سری فعالیت‌هایی رو داشته باشیم در واحد خانواده خودمون و به فرزندانمون، به کودک و نوجوانمون بتونیم این حمایت‌های عاطفی و عملی رو برسونیم و این دوران رو میتونیم راحت‌تر سپری بکنیم. دوران بحرانی رو با کنار هم بودن، با هم بودن، توجه کردن و توجه دادن و حتی جواب سوالات رو که قابل درک و فهم برای اون گروه سنی باشه دادن، میتونیم حضور بهتری رو داشته باشیم. اما به هر حال این اتفاقات میفته و هست و وجود داره. سختی ها، مشکلات، مصائب، شکست ها یک واقعیت زندگی همه ما انسان هاست و هیچ کسی نمیتونه در یک زندگی باشه که بگه من هیچ وقت سختی و مشکل و مصائب و از دست دادن رو تجربه نکردم یا نخواهم کرد. به هر حال اینها هست و اونجوری که مهمان کارشناس ما فرمودند، ما قراره که آماده باشیم، قراره که این آمادگی رو قبل از مصائب و مشکلات و بحران‌ها در خانواده خودمون به وجود بیاریم. خب خانم دکتر جعفری عزیز، ما تقریباً به پایان برنامه رسیدیم، شاید یه حدود 2 دقیقه فرصت داریم، اگر که دوست دارید در این بحث تاب‌آوری، استرس، آموزش از راه دور که در این برنامه صحبت کردیم یک جمع‌بندی داشته باشید و یا پیشنهاداتی رو دارید بفرمایید. خواهش میکنم. یکی از میتونم به طور خلاصه مسائلی که بخوایم مورد بررسی قرار بدیم این هستش که ما باید فعال باشیم و فعالانه دنبال راه حل خودمون باشیم. نمیتونیم همیشه منتظر باشیم یک کس دیگه بیاد مسائل رو برای ما حل بکنه، به خاطر اینکه وقتی خود ما رول کنترل توی حل مسائلمون، حتی اگه نتونیم همه رو هم حل بکنیم، ولی حالت این داشته باشیم که من هم زینب هستم، من هم دخالت دارم، هم اینجا هستم برای راه حل مشکلات. و میتونم بگم که در واقع ما میتونیم هر کدوممون یک دایره حمایتی برای خودمون درست بکنیم. این دایره حمایتی تشکیل میشه از افرادی که میتونن حمایت روحی روانی ما باشن، مشاور ما باشن و در ضمن در مسائل مالی و مسائل و حتی فرزند پروری به ما کمک بکنن. یعنی ما احتیاج نداریم که به صلاح 10 تا 20 تا دوستی داشته باشیم که همیشه فقط به درد این میخوریم که دور هم جمع شیم و به صلاح یک تفریحی داشته باشیم. ما باید یک لیست و همون خدمتتون عرض کردم، این دایره حمایتی در واقع یک فلسفه روانی هستش که بدونیم به کی میتونیم مراجعه بکنیم، کمک کجا هستش و فعالانه باشیم در مورد مشکلاتی که برامون ایجاد میشه. برای همه مشکلات هستش. دکتر نیکول جعفری، استاد دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر و محقق، مهمان برنامه امروز ما. سپاسگزارم از شما خانم دکتر که وقتتون رو به این برنامه دادید و از اطلاعات و آگاهی های شما استفاده کردیم. امیدوارم در یک برنامه دیگه هم مهماندار شما باشیم و شما عزیزانی که تا انتهای برنامه به برنامه خودتون با کارشناسان توجه کردید سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خداحافظ. کارشناسان